آمنو بخونید 171 اول آیه از صفحه 26. تقبل الله اللهم صل على محمد. پیغمبر فرمودن 104 تا کتاب از آسمان آمده، 4 تاش کتابای گتگنده است که قرآن و تورات و زبور و انجیل، 100 تاش صحیفه صحیفه است. صحیفه به قدر یه سوره، مثلا میگن به ابراهیم 10 تا صحیفه اومده، مثلا 10 تا سوره صحف ابراهیم. جمع این صحیفه ها و کتاب ها میشه 104 تا کتاب. هرچی خداوند تو اون 103 تا کتاب نازل کرده تو این قرآن نازل، و با بودن قرآن به هیچ کتاب آسمانی نیاز نیست. اگه نازل نکرده بود حتما باید اون کتاب بود و عمل میکردیم. چون تشریف ببرید تو حوزه های علمیه درستون میدن، میگن هرچی از آسمان نازل شده تا قیامت باید اجرا بشه. مگه خود همین خدا بگه نکن؟ حالا توی دین دیگه تو همون دین نسخش کنه، اگر نه هرچی خدا گفته باید بشه، قاعده است هرچی نازل شد. الان شما میارم براتون، الان شما یه نمونش هم دیدید. قرآن کریم داره از تورات نقل میکنه، ولقد کتبنا فی التوراة، از تورات ما نوشتیم که ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن، این همین آیه خمینی تو رسالش فتوا داده، با اینکه اصلش هم از تورات از قرآن نیست. بعد هرچی از آسمان بیاد همون باید باشه، نسخ نشده هنوز. خب پس تو کتابای دیگه نداره چیزی که تو قرآن نباشه، اگر نبود حتما باید حفظ میشد و عمل میکرد. این قرآن همه چی توش هست دیگه، از اون کتابا بی نیازی. علت این هم که دسترسی به اون کتابا نیست، نیاز نیستش. اگر نه خدا اگه خداییش هم به هم میخورد نمیذاشت کتابا بین بره، چون دینش خراب میشد کتابا رو حفظش میکرد به هر قیمتی. این که نیست میبینید چون نیاز نیستش. میام سراغ قرآن. فرمود هر چیز تو قرآن کریم آمده پیغمبر، تو البقره هم اومده. عجب، این سوره همه قرآن داشت. واقعا اگر کسی کل قرآن تو مشتش باشه به دش سندر نمیشه، اینقدر مسلط خوب میفهمه البقره همه قرآن توش، واقعا میفهمه. بعد بلدی میخواد این آیه که الان خونده شد، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. توی طول زمان بشریت حوادثی رخ داده، یه در زمین بشرهای درب و داغون اومدن، طیباتی که خداوند خلق کرده من کردن، شدن مثل مسیحی ها تارک دنیا بونم چی چی و فلان. خداوند طیبات رو که رزقناکم روزیتون کردیم، خب بخورید چرا نمیخورید؟ وشکرو لله، خدا رو شکر کنید. اگر او رو میپرستید، چرا میگه اگر او رو میپرستید؟ اینم بیدینیه که مثلا آدم حلالای خدا رو حرام بکنه. چون حلال حلال دیگه. پیغمبرم توی مسجد خیف سخنرانی میفرمود، این آخر فرمود حلال و محمد حلال الی یوم القیامه. حرام و محمد حرام الی یوم القیامه. حلال خدا حلال کرده، من طیبات ما رزقناکم. این کلاسی خودش. بله کلو، منطقه اون بند خدا میگه که کلو و شربو را تو در گوش کن بخورید، ولی لا تصرفو اصراف. جای دیگر قرآن کلو و شربو و لا تصرفو، سر جاش کن اصراف نکنه زیاده. اصراف چیه؟ اصراف مصرف زائده، مصرف زائد. من این لیوان آب کافیه برای بدنم، یه لیوان رو نمی بخورم. نه فرض که زائد ها اونجوری، بعد وقتی یکی نصف زائد نیست، حالا این اسراف، این به مرز ضرر که برسه حرامم هستش. بعض وقتا
مرز ضرر نرسه کراهت داره. اصلاف بعض وقتی دیگه واقعا نباید این بدنم صد نمیمید. ما یه گناهی داریم به نام تبذیر. تبذیر یعنی از بین بردن نعمتهای خدا، نه زیاد مصرف کردن. چلو پشقاب غذا رو دادن دستت، پشقاب خوب و درست و سالم و همه بخور، پشقاب رو خالی کنید تو ظرف سطل آشغال، این تبذیره. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سوره الاسراء هستش. به پیغمبرمون خدا میفرماد تبذیر نکن، ولا تبذر تبذیرا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اینایی که نعمت ها رو نابود میکنن اینا اخوان شیاطینن. و کان الشیطان لربه کفورا، تبذیر خیلی چیز خطرناکیه. تبذیر برشیم حیف این تربیت های غلط، آدم به یه چیز غلطه چیز شده بسید که یادش میره، سر کسی زون بالا ها میریم، نه غذای قابل خوردن هست توش، نونه یه ذره کهنه شده گذاشت، تو میشه خورد؟ نباید، ما گرفتار خدا مخواه میشه، ما میشه خورد؟ نه ببینه دیگه نمیشه خورد، خودی آشغال شده، ما میشه خورد؟ و چی دور میرسیم؟ امام ششم از یه خونه کوچه رد میشندن که نصف هنده نصف هندونه، البته نشون میداد میشد خورد نصف هندونه، کسی همجور گذاشته بیرون، یعنی مثل آشغال. اونچنان سر صداشون بلند شد که داد و بیداد که چرا وقتی نعمت رو میشه مصرف کرد شما دور میریزید؟ امام خدایه دیگه، خب تذکر بده خونه کارم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر آیه 27 آره 27. خب الان منم چشمم خورد بشه صفحه 284 آخر صفحه، قبلش میفرماد ولا تبذر تبذیرا، آیه قبلی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان رب. من نمیدونم چه خاکی به سرم من بکنم، و هر وقتم بیادم اومده قصه خوردم ناراحتی کشیدم تا حالا هر وقت یادم میاد میگادم بیادش بره، بسی که آدم بفهمه یه قدر سرحفانی داره، خب یادش نیست، وقتی یادش میاد شروع کنه قصه خود. خیلی تبذیر میشه تو این غذاخوری ها، خیلی کلاس بدی رو انداختیم، نمیدونم مسلمونی کجا رفته. طرف دعوت میکنه مثلا من عروسی، چه دلیل داره پنج جور ده جور غذا؟ آخه اینا که میرن عروسی که فقیر و گرسنه و محتاج نیستن که مثل من، خودش هم خونش باشه نمیتونه اینا رو بخوره، آخه باید گوش براش بده فلان. اون وقت همجوری میخوره، بعد شنیدم وحشتناک وقتی میرن اینا رو میریزن تو سطل آشغال، خیلی گناه کبیره بزرگی میشه. کاری نداریم چند میارزه ها، اون قرار 5000 میارزه 5 میلیون میارزه، مبلغش مطرح نیست، تبذیر حرامه. مثل که بگه من زن نامحرم و این نصف ماچ هم نداره، هر کدوم به ماچ هر اون حال 10 تا یا نصف، تبذیر نباید بشه، تبذیر خب حرام نباید، خدا چه کارش کن؟ ان المبذرین، اصلا چه بدن کفار این کارا رو میکنن، یه جور قضا خوب بدید، بعدم اصلا ظرف باشه کسی قضاش میمونه ببره خونه، یا آخرش جمع کنن جاهایی که میگیرن تمیز خوب بدن بخورن. آخه چرا؟ پیغمبر ما که فرمودن کاسه که 10 تا دست توش میره خدا بیشتر دوست داره تا 9 تا توش بره، بیشتر دوست داره تا 8 تا، یعنی عیب نداره هم غذایی. ما کفار یاد گرفتیم میکروب چیشی خورد، فرمان نیم خورده مؤمن شفا هستش، تعلیمات رفته دنبال 4 تا کافر مدهون رفته میشه تعلیمات. الان همین واکسیناسیونی که آقای دکترها میگن این دهن همون میخوریم همونه، میکروبا تزریق ضعیفش میشه، اصلا واکسین نمیشیم، خدا فکر کارش کرده، بلد نیست همجوری شدیم اروپایی احمق. آقا در تعلیمات شهرش کنید غذا باید خورده بشه تا آخر. رفتیم خونه استادمون خدا رحمتش کنه، یه دفعه ما رو نهار نگه داشت حضرت آیت الله وصول، بعد بهم فهم آقا خودم نون بخر بیارم، تو دلم میگفتم آقا یه نون نون سنگر من و عیال ایشون بازم بود کستی گفت من یه نون، حالا من گوش کردم یه نون میخواد این صفره همین یه نونه با قضا بودن مالا گوش بود چه بود را قضا نون بعد با نون خورده میشه گفتم نه جاهای نون خوردن کافی بود برا خورد، فقط اون
آشغالای نون، یعنی زغالاش موند و اگه یه جایی واقعا نمیشد خورده بشه. چه لایت میکنه، چرا نون زیاد دادم بخره که بمونه؟ ایشون میگفت زن من این نونایی که خمیره، الان هنوز عیالش هست با اینکه خدا آقا خیلی وقت رفته، خیلی هم سرو مرو بنده، گفت زن من این نون خمیره رو نگه میداره و سوا میکنه، نمک میپاشه، تو غذا مصرف میکنه، خوردنیش میخوره، مصرف میکنه مثلا خمیر که آدم تو انواع اصلا هیچی نمیذاشتن در بین داره. آقا اینجا چی زیاد میخرید؟ خب تو تش خورده چرا باشه؟ حیف نونا اینطور. و هر نعمتی به هر نعمتی یه جریانی رخ داده بود، رخ داده بود این قضیه. زمانی که آقای فلسفی بودن به اون زمان آینا، آقای جا مهمون بوده، یه نفر کاندید مجلس اون وقت بوده تو این مهمونی، تصادف روبرو هم غذا میخوردن، این غذاشو خورده بوده، پشقابری خورده، نصفش مونده بوده، بعد دیگه نمیخورده، سیگار میکشه، حالا آقای فلسفه اونور نشسته، سیگار تو همین پشقابه خاموش میکنه، یعنی غذاهای دیگه میشه آشغال دیگه. آقای فلسفه عصبانی شده، آقا غذا رو نمیخورید، غذا سالم دیگران بخورن، آخه تو چجوری میخوای مملکت اداره کنی؟ تو یه پشقاب بلنزی اداره کنی چجوری؟ گو یارو رای نهی برسن این قضیه. دعوای فلسفی پخش شد که بگو تو کجا میخوای بری مجلس یه پشقاب بلنزی اداره کنی؟ مهمت خدا نمیتن تحمل، نمیگن چند میارزه، این کار کار خلافیه، تبذیر نباید بشه، تبذیر حرامه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان شیطان رو ربهی کفورا. اسراف مصرف زائده، اونم ممنوعه، مرز ضرر و اینا برسه ممنوعیت ها شروع میشه. حالا برگردیم سراغ آیه، میفرماد که نعمت های حلال خدا رو بخورید، کلو، ولی شکر کنید خدا رو. یه کلاسی خودش میشه، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. خب این داستان خوردن و چی بخوریم و چقدر و چه اینا کلاساش هستش به انواع دیگه، خود مردم و تربیت ها و بعدم خب بدن نیاز داره. گفت خدمت آیت الله خونسری آست احمد نشسته بودن، یه آقای هم دیگه بود، اون تعریف کرد، گفتش که من شب و پا میشم نماز شب میخورم سنگینم. اون آقا اونی که گفتش که شب و کم بخور یا نخور، گو آیا سمت هم شب و کم بخور این چه؟ نه آقا هرچی لازمه بخور، کمتر بخور، سحر هم پاشو نماز بخون، نره تیر اصلا نخوردن نخوردن حواسشون نیست، بخور بخور چند ساعت علم میخواد بخواد که ما پاشو 6-7 ساعت که بدن غذا میخواد، بدن پاشو خواد میخواد چکار مخواد بکنی؟ نه ببین اونجور حواسشون نیست، میگم نخور یا کم بخور، گو آقا چکاری رو کار مردم سه غذاشون بخور، بخور خواهدشو بدن بخور، پاشو همت کن بخور. ببینید هم خوردن و اینا همینورم خراب میشه، هرچی صحیحه، هرچی درسته، هرچی سلامته، هرچی بهداشته، خب اینا بله بخورید، کلو من طیبات ما رزقناکم. این داستان ها هستش. بعضی ها خب کلاس باز میکنن، متاسفانه یه گمراهی ها، مثلا دنبال کار و کسب و درآمده نبیرم، مثلا ما مثلا دنیا رو نمیخوایم، نه تو غلط کردی، دنیا رو نخوایی، مثل من بگم من دستمو نمیخوام، دنیا رو بعد خاص اینه هاش، یا ایال لدین آمون کلو من تهیه، کلو بخوری. اینجا خداوند تبارک و تعالی داره تو قرآن میفرماد ولعرض وضعها للانام، سوره الرحمن، ما زمین رو برای مردم خلق کردیم، این درخت ها و میوه ها و نعمت ها همه برای مردمه، یعنی استفاده نکنن کفران کردن، خلاف کردن، یه سفره برای شما میندازن، اونم حکیمی سفره رو بندازه، منظورش اینه که بخورید دیگه، نخوردن یعنی چه؟ تو اندازه و حساب و اینا. والارض وضعها للانام، سوره الرحمن، اون تیکه بعدش هم من بیارم از سوره الرحمن صفحه 531، زمین رو وضع کرد خداوند برای مردم، خب این خلقش بود، فیها فاکهه، تو زمین میوه هستش، و نخل، درختای نخل، ذات الاکمام، حب حبوبات هست، ذل اصف و ریحان، فبعیالا رب بکنه، نعمت های خداست،
فرمود امیرالمؤمنین و همطور معصومین اگر کسی از نعمتهای خدا استفاده نکنه مورد غضب واقع میشه. این نعمت گدا باشه. هر سنی فرمودن من وجدم ما ان و تراب من ثم افتقر، اگر کسی جای خاک باشه آب باشه بگه من فقیرم، خدا باشه در میفته. ابغضه الله. خالد کبی فقیر، خب بیکار کار کن چی که مگه دنیا چیکار میکنه آب و خاک دید. من وجدم ما ان و تراب من ثم افتقر، کسی آب و خاک داشته باشه بگه ندارم، درگیر خدا باشه. بغض خدا، کینه خدا، چی درگیری؟ بیکار برون کار کن. رفته بودیم صدا سیما سوال میکردن خدا رو مثلا جواب بدیم سوال من بیرون تو میشد صدا سیما یا دلشون میخواست بیشتر از بیرون سوال کنم. حالا اون که دست ما نبود ولی 6 تا سوال که شد 4 تاش مال ایران بود 2 تاش مال حالا جواب که داده میشد بعد تا سوال دیگه مطرح بشه که یه مقداری مکس میشد بین برنامه. این بنده خدا که پشت این چیز نشسته بود که سوالا رو میخوند که بپرسه، یهو پاشون میگه آی خدا، یه نفر میگه امام حسین از کجا میخورده، در اومدش از چی بوده بپرسن. گفت یه نفر سوال کرده امام حسین از کجا در میورده میخورده، خود امام حسین روزه میخونده چی مقام کرده بپرسن. گفتم بپرس بپرس، نرسید تا بگم تا میگفتم براتون امام حسین دیده چجور نماز میخونه و و تمام درآمدها رو استفاده میکردن. ما اصلا دینمون هیچیش به عممون نرفته، نه نمازش نبود، تمام درآمدها استفاده، مرغداری، گاوداری، بزداری، غلامداری، کشاورزی، درآمدی نبود تو مدینه که امام حسین محروم کنه خودشو و دیگران، هم تو مشغول بودن، اصلا همه درآمدها داشتن، چیز تجارت هم میکرد. آخر روایت من گفتم صدا سیما که امام ششم فرمود مستحب به انسان چند تا ممر درآمد داشته باشه که وقتی یکیش افت کرد اون یکی باشه. این بنده خدا مال اون آقای میرباقر زنگ زده بود که این سندش رو میخوام چی نه در آوردم اصلا چیزم کردم فرستادم باشه. از زمین استفاده میکردن، از بز استفاده، از گاو استفاده، از شتر استفاده میکردن، کشاورزی میکردن، درخت میکاشتن، تمام درآمدها. نرفتید ببینید که آقا شما همچین نشستم یا آقایی که در شب نماز بخونه روزم مشغول خیلی همه درآمدی داشت. این پولای هنگفتی که حضرت علی پیغمبر اینا به فقرا میداد اینا مال بیت المال نبود. پول بیت المال دادم حرام مخفی به مردم بده، بتون رو جلو مردم بده. مگه حقوق شما میگیری مخفیانه؟ اون شخصی بوده، درآمد داشتن، درآمد شخص کار میکرد، تمام در قدر درآمد در می آوردن که آدم تعجب. گفت حضرت علی رو دیدم یه بار بزرگی رو شطور داره میبره. گفتم آقا این چیه؟ فرمودن 100,000 درخت خرما انشاءالله. 100,000 تا هسته خرما بوده، دونه دونه رو با دستش کاشته، آب داده، نخلستان ایجاد کرده، انقدر کار میکردن که دستاشون پینه میبست. اینا این کار اون کار، هنوز قنواتی که هستری حفر کرده هستش، هنوز قنوات آب، همچه کار میکرد، کارای بدنی، تمام بهره بری ها. شما اگه یه امام پیدا میکرده که میگفته آقا به قدر چوب کبریتی اینجا یه امکاناتی برای شما، شما استفاده نمیکنی، غیر ممکن، یاد اونم میدادن. خب کار بد کرد، دنبال برو. متاسفانه به یه نفر گفتم این سیستمی که الان یهودی ها دارن، ائمه ما داشتن، ما عوض این که اینا یاد گرفتن، همه جور درآمدی ایجاد میکنن برای خودش. درآمدی جا دنبال چه ما شب روز کشاورزی چه فلان. عثمان که دیدید ریختن کشتندش. بعد مردم اجتماع کردن، حالا تو اون فیلم امام علی هم این بودش، و علی که تو بیا خلیفه شو که آقام چون شلوغ و پلوغ دیگه، حالا تو فیلم هم که دیدی. الان در سال 35 هجری که عرض دلی رو میخوان به زور بگن تو بیا خلافت قبول کن، 35 هجریه، یعنی از هجرت پیغمبر 35 سال گذشته، یعنی از دفن پیغمبر 25 سال گذشته. این دفن پیغمبر 25 سال گذشته، امام حسن اون وقت 6 سالش بود یا 7 سالش بود، چند میشه 7 و اون 25؟ 32 ساله. امام حسن یه سال کمتر بود، دو تا جوون 31 ساله 32 ساله، قوی. حضرت تو نهج البلاغه میفرماد انقدر اجتماع کردن اطراف من بیا بیعت رو قبول کنی که وطع الحسنان، حسن و حسین داشتن زیر دست و پا له میشدن، اینقدر اجتماع. حتی قشنگم فیلم رو درست کرده بود،
حسن حسین بچه نه جوان رمضان نهره میکشید مدینه بابا شجاع اصلا توی جنگ ها اینا فتوحات خوشلو بود اینجوری. حالا شد حالا اون حرف ها اون سر جا خودش باشه. الان تموم شد بیعت، بیعت کردن مثلا الان هشت صبح این بحث ها شدش مثلا ده تموم شدش. دیدن هشت علی چون قبلا داشتن چاه میکندن با قنبر و حسن حسین و خودش رو اونا کارگر و اینا وردشون وسط رو رفت رفت چاه مشغول شم کار کرد درست تا زور برای نماز بیان از غروب برای نماز بیان هم کاری که میکرد. آقا این جناب خلیفه کجا رفت؟ ایداد کار داریم دائما مشغول کار بود. پیغمبرم همیشه مشغول کار بود، کارم میکردم، مرد درآمد ایجاد میکردم، فکر میکردم، نقشه میدونم، بهترین کشاورزی، بهترین کش، بهترین درخت، بهترین فلان در میآوردن. حالا برگردیم بیم سراغه. ببین الارض و وضعها للانعام خداست داره میگه، میگه برای تو من اینو خلق کردم ها استفاده بکن. چرا نمیکنی که خشم اون رو برمیاری که خب چرا نمیکنی بکن زحمت بکش در بیار. حالا برگردیم کلو باز آیه درسمون آیه فرمودی و ایها الذین آمنوا صفحه 26 کلو من طیبات ما رزقنا. بله طیبات داریم و خبیثات داریم. طیب من پاک صحیح سالم بهداشتی بخور ما روزیتون کردیم اینا رو و خدا رو هم شکر کنید اگه خدا رو میپرستید. هرستلی از حلال روگردون نبودش، این جمله مهمه. یعنی اگه مالی حلال بود هیچ وقت ندیدنشو اعراض کنه، اگه حرام بود بله از حلال اعراض نکنیم. حلال حرام یاد بگیر، حلال قبول باشه. خب بعدم داره خب به دیگران بده. خب تو که داشته باشی تو را باز میشه برای دادن نباشه. خیلی از خیرات و مبرات اسکناس میخواد. خب این مسجد حسینی ها این همه پول میخواد بده کسی بده خب تو در بیار بده. بله اینا بهترین درآمدها رو داشتن، بهترین دهش ها هم داشتن به مردم. بله همش میدادن. خب در میومد که میدادن. گفت تو طواف مکه آقا داشت طواف میکرد حضرت علی، دیدی نفر جلوی لیست برا خدا درست کرده، داره میگه خدایا صداش شنیده میشد 4000 دینار به من بده میخوام زن بگیرم، 4000 دینار هم بده میخوام کاسبی کنم، 4000 دینار هم بده میخوام سرمایه کنم چیز کنم، یعنی خونه و زندگی نادرست لیست آورده برای خود. آقا فرمودن مدینه آمدی بیا در فلان محل، محل بنی هاشم، من اسمم ابوالحسنه، بیا تا بده بده. این رفت یه آدرس داد رو آمدن گفتن یا علی یه نفر اومده این شما رو نمیشناسه از حرف زدن، هم که ابوالحسن ولی همینجا رو میگه آدرس بفهم بیادشون بفهمیم و پوله رو گفت بله. فهم قنبر اون نخلستانی که آمدن از من بخرن 12000 دینار چند روز پیش ندادم، برو بگو میدم بیا بخر. گرفت پولا رو نخ خود نخستان داد 4000 بفرم بود کار میکرد. این دهش ها اینجوری بله میدادن حال اینجور اونجور و و و و, و. ببینید این ها یه مطلبیست خودش. سعی کنید فقیر نشید، کم پول. همین پیغمبر همین هستی به امام حسن فرمود پسرم حسن به پسرش محمد محمد حنفی محمد من از فقر بر تو میترسم، یه جور نکن فقیر بشی. فقیر مطلوب نشو، یعنی هی امکانات مالی ایجاد کنی برای خودتون جلو بری. خب شما شما اصلا بر خمس بده، زکات بده، در بیار برسون رشد اینجا ها رو اینجوری رو دوست داشته. یه قافله تجارتی وارد مدینه شد، در جا پیغمبر کلش خرید و آدم گذاشت براش فروختن، خیلی هم سود کرد. کار تجاری میکردن خیلی برای ببینن مردم بله همه همشون این همچین بسنه که استفاده بکنن. بعد خدا رو شکر کنید، اگر خدا رو میپرستید بندگی ها رو انجام بدید. امام ششم فرمود من دوست ندارم که شیعه من پولدار نباشه، پول جمع نکنه، دوست ندارم. برای اینکه موقع فقرش نداریش مصرف کنه، به برادراش قرض بده، لنگ نشه، آخه زندگی یهو پیش اومده میشه پول میخواد. من دوست ندارم از قبل این آمادگی رو نداشته باشه. جمع میکردم چه میکردم؟ سلمان فارسی که هر که تو کره زمین از بد و آدم ابوالبشر تا قیامت زبان فارسی حرف زده، قیامت سلمان از همشون بالاتر. سلمان سید فارس شخصیت شو اول ببینید 33 تا اسم اعظم بلد و و و
علم ماکان و مایکون و ماهو و کائن داشت. پیغمبر فرمود سلمان لقمان و امت من. حالا حالا این سلمان میگفتش که حقوق من یه ساله بدید. گفت چطور؟ گفت با هم یک سال خرج من تا یه سال بدید حقوق من از دیتون ما. ما هم خیالم راحت باشه، عبادت راحت بکنم، خرجمو دارم دیگه. یک کسی گفت سلمان اومد و وسط سال مردی. فرمود بله اومد و موندم. گفت اومد و موندم. اینجورا نبوده بهم سه یک سال آقا جلو چشمشون میگرفتن با تا سال دیگه. اصلا تو رساله ها برید سال هی مطرحه، خمسه میگن در سال هی سال. ما یه روز هم حوصله نداریم امروز زندگی رو درست کنیم، میگن سالانه تنظیم کنید، ساله بخونید، اینا عادت بوده. و و خب بله خب چرا فقیره، خب برو در بیار، حالا زیاد اومد چه کن بله. ان کنتم یاه تعبدون، یعنی عبادت خدا میرسونه که انسان بی بهره نباشه، برسه نعمت ها رو چه کنه و و و اینم یه کلاسی هستش. فقر و نداری خیلی مذمت شده در اسلام، خیلی. حالا آیاتش روایاتش چه فلان اینا بمانه. ببینید پیغمبرتون چند روز دیگه تشریف میاره، امروز اول شعبان بود، خب یه ما دیگه میشه ما رمزون. بعد میفرماد که بهترین ساعتها در ما رمزون ساعتهای نماز هاست، آخر نمازها بهترین جای استجابت دعاست. بعد یه سری دعا پیغمبر یادتون میده که بخونید، استفاده بکنید، از این موقعیت ها استفاده کنید. نوشته اگر کسی بعد از نماز واجبش این دعاها رو بخونه، توی مفاتیح حالا میرسید ما رمزون هم داره میادش، خداوند گناهان تا قیامتش رو میامرزه. من روایت رو میخونم. شیخ کفعمی در مصباح، بلد الامین شیخ شهید در مجموعه خودش از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل کرده. هر که این دعا را در ماه رمضان بعد از هر نماز واجب بخواند، حق تعالی بیامرزد گناهان او را تا روز قیامت. خب اول داستان شروع میشه، ما که تا روز قیامت زنده نیستیم که گناه بکنیم. من چند روزی که میمیرم، نمیشه تا روز قیامت. میخوای بمیر میخوای نمیر، آثار اعمال تا قیامت میادش. کاری که ما صبح و شب میکنیم آثار داره، تا قیامت اثر تو پرونده میادش. انا نحن نحیی الموتى و نكتب ما قدموا و آثارهم. کوچه در این رامیری انقدر آثار اعمال هست، آثار اعمال میادش. حالا برو ببین چه خبر. این آثار خیلی زیاده، چه مثبت چه منفی. نه تا قیامت برنده پر گناه میشه، نه تا قیامت در واقع زنده ای ما را خود نیست، آثارش هست. دعاه چیه؟ اگه یه نفر یه نسخه تو کوچه پیدا کنه، نسخه ولی دکتر باشه، از دواهه میفهمه مریض چشم بوده، از دوای میفهمه این مریضی چشم بوده که این دوا دکتر دیگه، از نوع دعا میفهمیم گرفتاری چیه، از نوعش که این چه از چه مقوله است که پیغمبر گفته. مثلا میگه اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. در این رابطه پیغمبر میخواد تا قیامت شما آمرزیده بشید. پس گناهان من و شما باعث میشه مرده ها تو گور ناراحتن، محزونن، غمناکن، گناه من باعث میشه. خب چه کجا خاکی به سر بکنم؟ میگه از خدا بخواه که هر چی تو قبر میرن سرور داخل کنه اهل قبور، هر کس رفته تو قبر. یعنی خدا یه همچین داشت مشتگی میکنه برای من، بیه تمام قبرها رو، کافر و مؤمن و همه رو. خب به تو چه تو بگو دیگه، پیغمبر گفته اونم بگو اللهم ادخل علی اهل القبور. علتش چیه؟ شما میاد تو تهران میگه آ من به 10-15 نفر تهران، نفری مثلا 20,000 تومن بدهکارم، نمیدونم کیم کجا. میشه به همه تهرونی ها نفر 20,000 تومن شما بدی که اون بدهکار ما هم صاف بشه بره؟ بابا 8 میلیون هم میگه اگه میشه. حالا خیلی دعای با کلاسیستا تمام قبرا سرور بشه که آقا نجات بده. اللهم اغن کل فقیر، به یه دونه فقر محمد راضی نیست. اللهم تو رساله هاتون نوشتم فقیر کسی است که مخارج سالشو نداره، یک سال مخارج نخود شوخی لازم میدونه، راضی نیست. این رو ببین کلاس اینجوری است.
حالا فقیرها به من چه ربطی دارن؟ آخه گناهان من باعث فقر مردم شده. اگه خدا بیاد همه فقیرها رو غنی کنه، داشت مشنی همه رو، من نجات پیدا. اللهم اشفع کل جائع، گناهان من گشنه کرده مردم ها، اگه خدا همه رو سیر کنه من. اللهم اکسب کل عریان، اینا ربط داره با آمرزش ها، ربط داره. گناهان من و حتی آثار اعمال بیرهنه کرده مردم، خدا همه رو بپوش. اللهم اغز دین کل مدین، و یه بدهکاری پیغمبر راضی نیست. بله امیر من فهم پسرم محمد جنس نسیه نگیر، بدهکار خودتو نکن. بدهکار در شب قصه است، در روز خجالت، دنیا یا آخرت اداست. کراهت دردم خودشو بدهکار. اللهم فرج عن کل مکروه، هر گرفتاری خوب باش مانش من بشم بیار. رد کل قریب، فک کل اسیر، اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اشف کل مریض، گناهان من باعث مریضی مردم شد. صدک فقرنا بغناک، غیر سوء حالنا بحسن حالک، اقض عنا الدین، باز اغننا من الفقر. این دین با فقر موافقت نداره، نمیخواد فقیر کسی نباشه. اغننا انک علی کل، اصل خدا میتونه این کارا رو بکنه. بله گفته انک علی کل شن. اینو بگم حالا امشب بس بشه. رفته بودیم غار حرا خیلی سال پیش، سال 53 بود. حالا اون روز که برفتیم کسی نبود و به خودم دعا خوندیم، ما کتاب زیاد بود، معلومه کتابم شاید همش مال سنی ها بود، من کتاب دعای کن یه توی کتاب دعای چیزی دیدم جالب بود برای من خیلی. دیدم یه نفر ان الله علی کل شیء قدیر، و خود این قرآنه، اینو سر سنی هم بوده هر کی بوده اون جلو نوشته، بعد اینا چسبوده بهش، هم میگه خدای تو که برای هر چیزی قادری بس منو بیامرز، تو که برای هر چیزی قادری بابا ما بیامرز، تو که برای هر چیز بهانه خوبی گیر آوردین از قرآن، میگه تو که برای هر چیز قادری خب بابا منو بیامرز. میگه خب خوب چیز بهانه درست کرد. پیغمبرم آخر دعا میفرما نکه علی کل شیء قدیر، به دلیل این قدرت خوب بکن این کارو. ببینید این طورا هستش، بلکه بهره وری ها به امید خدا، خدا انشالله که توفیق بده بهم. اللهم صل علی محمد.